خانم آقایون، به شدت خوش اومدین به فصل سوم یک ساعت با زیر زمین. قسمت اول ما دوباره برگشتیم. من علی هم کنار هم. سلام، امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. با قسمت اول از فصل سوم خدمتتون رسیدیم. دوباره شروع کردیم یک جریان جدید رو، ببینیم که این دفعه تا کی شوخی شوخی فصل آره. سوم ما هر بار میگیم دیگه نه آخریشه، ولی دوباره با فصل جدید میرسیم. ایشالله دیگه این دفعه آخریشه آقا. ایشالله. نه آخه توضیح دادیم که آره. داستان از چه قراره. یعنی هم درخواستای شما زیاد بود برای یک سری از مهمان ها، هم مباحثی باقی مونده بود که ما دوست داشتیم صحبت بکنیم، و هم هنرمنده زیادی آره. بودن که ما دوست داشتیم باشیم، و هم حقیقتا خودمون نمیتونیم دل بکنیم یه جور وابستگی. خب امروز این قسمت قراره درباره چی حرف بزنیم؟ ما میخواییم در مورد تلفیق صحبت کنیم. من یادمه که بارها و بارها توی برنامه‌ای که با هم داشتیم، حالا به صورت گذرا و خیلی کوتاه، در مورد مبحث تلفیق صحبت کردیم که اصلا تلفیق توی رپ فارسی هست یا نه. و حتی یادمه توی مصاحبه‌ای که با سعید دهخان عزیز داشتیم، ما اومدیم بحث تلفیق موسیقی الکترونیک رو هم باز کردیم. ولی این بار می‌خوایم وقتی در مورد تلفیق صحبت کنیم، هم به صورت کلی‌تر و هم در مورد مبحث تلفیق سازهای ایرانی با آثار رپ فارسی صحبت کنیم. ببین حالا من یه حرفی دارم، حالا قبل از اینکه وارد این بحث شیم، آیا خود رپ فارسی تلفیق نیست؟ احسن. دقیقا داستانیه که خیلی در موردش صحبت کردیم، که اصلا ترکیب کلمه رپ فارسی صحیحه یا نه، اصلا خودش تلفیق به حساب میاد یا نه، آیا خود رپ اصلا یک آره. موسیقی، یک نوعی از موسیقی تلفیقی هست که یا نه؟ ما میدونیم از تمامی سورس‌ها، حالا دست باشه کسی که اون رسیده، چیزی که همه متفق القول بهش معتقده اینه که رپ یک موسیقیه که قطعا مختص کشور ایران نیست، از سرزمین دیگه، از فرهنگ دیگه اومده، و ما الان داریم چیزی رو میخونیم و برای تبلیغ فرهنگی تبلیغ میکنیم که بهش میگیم رپ فارسی، یعنی یک پسوند فارسی اومده و این یک سه جدیده. حالا و این داستان سال هاست که حتی بین آرتیست‌های رپ فارسی، حتی بین مخاطب‌ها این جریان بحث قرار گرفته شده که آیا اصلا این ترکیب درسته یا نه. خود در این نظر در مورد داستان ببین حالا یه ذره من ریشه‌ای تر اگه بخوایم این مبحث رو باز بکنیم، یعنی قبل از فارسی بودنش بخوایم به خود رپ یه ذره فکر بکنیم، من ایدم اینه که اصلا خود این رپر وقتی میای سورسش رو بررسی میکنی که اصلا پیدایشش چه شکلی بوده، خب خود رپ موسیقی تازه ایه، یعنی از لحاظ سنی خودش موسیقی جدیدی در مقایسه با تاریخچه مثلا راک یه کلاسیک، حالا راک نمیشه خیلی وارد این بحث کرد، ولی مثلا توی مبحث موسیقی کلاسیک و جاز خب رپ یه ذره نوتر. بحثی که هست اینه که خب خود رپ از یک تلفیقی به نظر من به وجود اومده، یعنی اون دیجی که اولین بار یک سری بیت هایی رو تولید کرده، خب اینا رو چیکار کرده؟ اونا رو تلفیق کرده با یک سری چیزهای دیگه، حالا درام و هر چیزی، و بیت به وجود آورده و در نهایت MC رپ رو شکل داده. حالا اینکه گفتم MC رپ رو شکل داده، منظورم اینه که اون بیته یه MC روش اومده و شده حالا ساختار موسیقی رپ. حالا درباره فارسی بخوایم صحبت بکنیم، خب جنس اول باید بررسی بکنیم که ما میخوایم درباره شعرها صحبت بکنیم یا درباره ساختار موسیقیش میخوایم صحبت بکنیم. درباره شعرها، خب شعرهایی که ما خودمون یه عقبه شعری خیلی خفن‌تری نسبت به امریکا و فکر میکنم نسبت به همه جهان داریم، صاحب سبکیم قشنگ توی بحث شعری، خود شعر فرانسه و نمیدونم بقیه کشور، فکر میکنم خیلی داریم اساطیر خیلی خوبی داریم توی شعرهای مثلا دو یا مثل گوته، ولی خب فرهنگ شعر فارسی توی جایگاه خیلی بزرگ، خیلی قبل‌تر از اینا هم مثلا شکل گرفته، مال اونا شاید به دو سه قرن پیش قبل از ما، قبل ما برمیگرده، ولی خب سعدی، حافظ، مولوی، فلان فلان برگردی دیگه خیلی. خب این مبحث شعری، خب قاعدتا وقتی میاد توی ایران رپ وارد میشه، خب رپ فارسی شعرهاش قاعدتا غنی تره به خاطر چارچوب شعری که ما داریم، و حالا وقتی اون چارچوب شعری رو وارد رپ میکنیم، من به نظرم قاعدتا دستخوش یک سری تغییرات میشه که ما خودمونم فکر کنم یه بار بحثش رو کردیم که آیا شعر رپ باید وابسته به چارچوب شعری کلاسیک ایران داشته باشه یا نه. من احساس میکنم اصلا این یک پدیده انکارناپذیره که وقتی یک جریان جدیدی وارد یک اجتماع جدید میشه، بر طبق فرهنگ اون اجتماع دستخوش تغییر میشه و خودشو وقف میده. احسن طبیعتا تو نمی
نمیتونی توی زبون فارسی توی موسیقی رپ از یک آرتیست فارسی زبان شعری بشنوی که مطابق فرهنگ آمریکا. بله. و شاید وقتی تو گوش بدی به نظرت خنده‌دار بیاد، در که شاید روزمرگی یک جوان آمریکایی باشه ولی بیاد به نحوه زندگی ما نخوره. خب آره، من در مورد نحوه شعر نویسی واقعا این رو میپذیرم، ولی در مورد بحث تلفیق‌های موسیقیایی مثلا استفاده از سه‌تار یا سازهای سنتی ایرانی توی آثار را باز به نظرم باید بحث کنیم. قبل از اینکه حالا بخوایم مفصل تر صحبت کنیم، یه یادآوری بکنم اگه یاد بشه و یاد مخاطبای برنامه باشه، ما با احسان آتور عزیز که صحبت کردیم یه جمله خیلی جالب گفتم. Everything is remix. آره، که آقا اصلا قرار نیست همه چی رو اینقدر محدود بکنیم و اجازه بدید که هیپ هاپ خودش رو تعریف بکنه. من نمیگم موافق یا مخالف این جمله، صرفا فقط نقل قول کردمش. هنرمنده دیگه هم این حرفا رو زدن. آره آره، و به نظرم این فرزان همین حرفو زد درباره چارچوب هیپ هاپ، فرشاد همین حرفا رو زد، بامداد هم حتی همین حرفا رو زد. بامداد گفت ما باید برای هیپ هاپمون نمیگیم چی نیست، ولی باید مبنا قائل بشیم که اون مبنای چیه. فرزان فکر میکنم دوباره همچین حرفی رو زد، حالا یادم نمیاد، خیلی گذشته ازش دیگه، دو سال گذشته. فرزان حرفی رو زد و گفتش که ما نمیگیم، که اونم نگفت که ما نمیگیم رپ چی هست و هیپ هاپ چیه، ما میایم از نگاه خودمون تعریفش میکنیم. و فرشاد هم دوباره همچین حرفی زد. چیزی که ما واقعا نمیتونیم انکارش کنیم اینه که هستند عده‌ای از رپ کن‌ها توی این جریان و در کنارشون عده‌ای از مخاطب‌هاشون که کاملا مخالف این حرفن و میگن رپ یک سری تعاریف خاص داره که ما باید عیناً با همون تعاریف خاص این اثر رو اجرا بکنیم. خب الان مثلا همین تعاریف خاص، ما اگر لحاظ بصری اینو بخوایم تبدیل بکنیم، به نظرت اصلا این خنده‌دار نیست که یک رپری توی ایران توی موزیک ویدیوش مثلا کادیلاک بیاره؟ آره، اینو من باید موافقم. آره بهت گفتم مثلا با زنجیره طلا میدونی مثلا این مال ما نیست. خب خنده داره، همون بحث فرهنگی که دستخوش تغییرات میشه توی هر جامعه‌ای رو. آره کاملا باش موافقم، ولی در مورد تلفیق‌های موسیقیایی به نظرم باید صحبت کنیم. درباره تلفیق‌های موسیقیایی صحبت کنیم، ولی من هنوز به نظرم درباره شعر خیلی صحبت نکردیم. توی مبحث شعری، خب ببین ما الان چند تا رشته شده اصلا رپمون، یعنی دوچاره یه بیماری شده به نظر من. جالبه که این رشته ها چون اکثرا خود ساخته هستش با اسامی کاملا غیر مطابق. میدونی منظورم چیه؟ مثلا رپ فلسفی یعنی چی؟ آره رپ مبهم، رپ فلان. میدونی آخه نه ببین، مثلا خود رپ وقتی که میای کاتگوریاشو بررسی میکنی دیسلاف، آقا رپ دیسلاف. خب ما اینا رو تو ایران داریم. خب مثلا وقتی میای بررسی میکنی دیسلاف اصلا اسم وقتی که میای خود رپ رو بررسی میکنی، خب مثلا شاید نزدیک 60 تا 70 تا ساب ژانر داره خود رپ، و اون 60 70 تا باز هر کدوم شاید 4 تا 5 تا دوباره یه ساب ژانر دیگه، هر کدوم خودشون مستقل، و ما اصلا این تعریف رو نداریم تو رپ فارسی. محدود شده به پارتی، جنگ، اجتماعی، سیاسی، لاب، دیسلاب. میدونی یعنی من اینا رو وقتی میشنوم، خب اینجوری هم که آها هنرمنده چرا باید اینجوری باشه؟ میدونی من و تو به عنوان یک سری شنونده حرفه‌ای یا حالا به عنوان تهیه کننده تولید کننده، خب وقتی اینا رو میشنویم به ناراحت میشیم. بعد من جای خودم میذارم جای آرتیست، وقتی آرتیست مثلا یه کاری رو ریلیز میکنه، یکی بیاد برش کار میذاره، باز تو فلسفی خوندی؟ یعنی چی فلسفی خوندی؟ فلسفی خوندنه یعنی چی؟ یعنی این فلسفی خوندن رو اول من باید بفهمم. اینو واقعا باید صحبت بشه. و احساس میکنم که این داستان ریشه ایه به خاطر اینکه ما واقعا سورس معتبر فارسی نداریم. آخه سورس معتبر فارسی نداریم، درسته. چون اصلا رپ فارسی چه جوری می خودش شکل گرفته؟ کاملا اکسپریمنتال شکل گرفته. خب و حالا از بحث شعری شعری قضیه که رد بشیم، تازه وارد داستان آهنگسازی و نمیتونیم اینجوری برای خودمون توجیه کنیم که آقا با توجه به همون حرفی که قبلا زدیم که هر جریانی وارد یک خانواده جدید میشه مطابق فرهنگ اونجا تغییر میکنه، خب مثلا رپ هم وارد این جامعه شده و مطابق فرهنگ ما داره مثلا تقسیم میشه به شاخه ها، تقسیم میشه به فلسفی دیسلاب و فلان. آره دیگه هستن افرادی که همچنان حرفی بزن. ببین آخه اینو الان مثلا تو برای چه میدونم برای کلاود رپ، خب یک ساب ژانریه مثلا از توی رپ مثلا امریکا، خیلی هم الان بود. آره مثلا گوتیک رپ دوباره برای اونا، مثلا کلاود رپ خودش یه بخشی از امو هیپ هاپه. خب ولی مثلا برای اونا میتونی یه چارچوبی مشخص بکنی. آره اینو قبول دارم، ولی من خودم نمیفهمم
چارچوب اعتراضی و چه میدونم مثلا سیاسی اجتماعی آخه اصلا آیا وجود داره؟ مثلا طرف میگفتش که یاس اجتماعی میخونه فلان رپر اعتراضی میخونه. خب ببین میدونی چی میگه؟ آخه مثلا تو میگه امو هیپ هاپو که بررسی میکنی، خب میاد تقسیم بندی میکنه، میگه آقا آثاری با یک سری استایل های منحصر به فرد، خب با یک سری از فضاهای آهنگسازی های منحصر به فرد، خب و در نهایت یک مدت زمان و یک سری مفاهیم، یعنی مفاهیم رو میاد آخر سر بررسی میکنه. یعنی میگه آقا فلان رپر با فلان استایل با فلان نوع اولویت روی مفاهیم، میدونی با مفاهیم و با استایل و با نوع فضاه. خب ولی وقتی آخه من نمیدونم مثلا عماد قوی دل مثلا چیه الان؟ جز اصلا هست آیا؟ بگذاریم میریم سراغ مهمون برنامه مون درباره بخش دومش که تلفیق موسیقی در هیپ هاپ بیشتر صحبت بکنیم. یه چیزی من اینجا گفتم اون برنامه خندیدم. بریم برگردیم. پیمان یارا پیش ما، پیمان یارا رو خیلی درخواست داده بودین که توی برنامه باشه، ما هم خیلی چشم. تلاش کردیم. آره مطابق امر شما در خدمت پیمان یارا هستیم. میریم برمیگردیم تو استودیو. خب همونطور که خدمتتون عرض کردیم رفتیم و برگشتیم، با مهمون برنامه در خدمتتون هستیم. پیمان یارا عزیز اینجاست. پیمان جان برای شروع اگه صحبتی با مخاطبای برنامه داری در خدمتت هستیم. سلام میکنم به مخاطبای برنامه یک ساعت به زیر زمین، به شما دوتا مجری نازنین و در خدمتتونم. خب همونطور که حالا بیرون در جریان بحث بکنم بودی کم و بیش، ما داشتیم در مورد تلفیق توی موسیقی رپ فارسی صحبت میکردیم و حالا این کلمه تلفیق رو از زوایای متفاوت بازش میکردیم، در موردش صحبت میکردیم. اول من بگو که خودت به عنوان یکی از آرتیست های این جریان با تلفیق توی رپ فارسی موافق هستی؟ آره 100%، خیلی موافقم. به خاطر اینکه فکر میکنم حالا جدا از هم از جریان رپ فارسی، وقتی که المان تلفیق رو اضافه بکنیم به هر جریان هنری، دروازه های جدیدی باز میشه برای خلق اثر و همینطور یعنی هنرمند راحت‌تر میتونه حرفش رو انتقال بده. تو خودت هم از افراد بودی که خیلی توی این جریان تلفیق پیشگام بودی، حالا با آثاری که تولید میکردی. حقیقتش اینه که سعیمو کردم به این دلیل که خیلی صادقانه احساس میکردم که اون موسیقی معمولیه ارزام نمیکنه و کار ساده ای هر کسی میتونه اونو بکنه. همیشه دوست داشتم ببینم که چه کار متفاوتی میشه انجام داد، برای همین خب درگیر جریان تلفیقه بودم و اصلا به عنوان مخاطب موسیقی تلفیقی رو ترجیح میدادم به موسیقی که حالا توی یه ژانر اصلی میاد قرار میگیره. و خب به عنوان کسی که همیشه توی این جریان تلفیق پیشگام بودی، فیدبک هایی که از طرف مخاطبات میگرفتی مثل تلفیق چطور بود؟ موافق بودن مخاطبات؟ الان شما این سوالو پرسیدین، من یه لبخند سری رو صورتم سبز شد. چون که اکثرا، نمیتونم بگم اکثرا، ولی خیلی آدما هستن که اصلا تغییر رو نمیخوان بپذیرن و دوستش ندارن و خب قاعدتا فیدبک منفی داشتیم همیشه. مثلا من یادم میاد یه ترک داشتیم سال 94 اگه اشتباه نکنم، به اون سینگل اومد از خط سوم، تو بهش میگی مریض. خب فضای کار خیلی عجیب غریب بود، ولی نمیتونم بگم فیدبک ها خیلی منفی بود، ولی آدما شوک زده بود. خیلی شوک زده شدن، دنبال کلمه مناسب میگشتم. و آره واقعا آدم خیلی شوکه میشدن و همیشه براشون، یعنی همیشه براشون این جریان رو داشته حالا گروهی که ما توش بودیم و کاری که انجام میدادیم که انتظار شنیدن یک کاری که قبلا شنیدن رو نداشتن. و این روند وقت چی اومد جلو کمتر شد احساس کنم؟ قطعا کمتر شد، هم از طرف اون مخاطبا هم که، ولی خب هنوز این برام جالبه، آدم های جدیدی که مثلا یهو میان میشنون میگن این چیه؟ چرا این کارو کردی؟ منظورت چیه؟ مثلا چرا ریتم رو میشکنی؟ حالا ببین به نظرت یک سر شنونده های ما کلا تو ایران دوچار فقر موسیقی نیستن؟ قطعاً هممون، نه تنها موسیقی، یعنی وقتی وارد مقوله هنر میشی، مثلا میایم راجع به سینما حرف بزنیم، چیزی که داره تو سینمای ایران اکرام میشه رو مقایسه کنیم با چیزی که تو جهان داره اکرام میشه، لزوما هالیوود منظورم نیست، مثلا سینمای هنری کن، خب خیلی فرق میکنه. حالا این دوتا دیدگاه پیش میاد، حالا ما چیکار کنیم به عنوان کسایی که میخوایم یه کار هنری بکنیم؟ و به نظر ما باید کار خودمون رو بکنیم، خیلی نباید اینو ببینیم که خب چون مخاطب فقر شنوایی داشتن، یعنی نشنیده مثلا، خیلی حتی آرتیستای به نام الان هیپ هاپ آمریکا مثلا تایلر دی کریتر رو نمیشناسه یا فقط یه عکس ازش دیده،
و خب اگه اونو مثلا یه آدمی شنیده باشه، دو سه سال دنبال کرده باشه، خیلی قاعدتا براش عجیب نخواهد بود کاری که مثلا تو خط سوم توی یک از ترک‌ها انجام شده. این فقر موسیقی که حالا علی ازش صحبت که من احساس میکنم ریشه توی نحوه آموزش پرورش شما داره. قطعاً. چون تا جایی که من اطلاع دارم توی اکثر مدارس توی سایر کشورها موسیقی تدریس میشه، هنر خیلی به وفور بیشتری تدریس میشه، ولی خب ما هیچ وقت این چیزا نبوده برامون. همین چیزی که شما گفتین، همین که کلاً ما کشورمون اینجوری بوده که همه چی چند لایه است. یعنی ما خودمون که داشتیم بزرگ میشدیم تقریبا توی رنج سنی هستیم. بزرگ که میشدیم مثلا یه موسیقی لس آنجلسی بود، یه موسیقی بود که تلویزیون پخش میکرد، یه موسیقی دیگه بود که تلویزیون پخش نمیکرد ولی اون تو ایران باز تولید شده بود. دقیقاً و قانونی بود. یعنی مثلا شجریان حالا مثلا تو همین مبحث الان مثلا بعضن توی صدا و سیمای ما هنوز اجازه نشون دادن ساز وجود نداره. بله هنوز نداره. تو تلویزیون خیلی خنده داره. مثلا تو سال 2019 مثلا یوتیوب رو اگه باز کنی، اینستاگرام تو باز کنی، داری ساز میبینی. و میدونی من بعضی وقتا که نشون ندادن میبینم نحوه مخفی کردن این سازه رو، واقعا خنده میره. گلدون میذارن جلوش، تو مثلا دکور رو میچینن ساز میره اون زیر اون زوم میکنه مثلا. من چند روز پیش یه چیزی داشتم، حالا یه ذره تم سیاسی هم داره جمله و حرفم، داشتم یه همایش ارج نهادن به یه چیزی مرتبط با زنان بود توی اون همایشه. بعد کسی که حالا داشت اونجا کار صدا و ارگ و نوازندگی اونجا رو انجام میداد، اونی که ارگ میزد چون زن بود نمیتونست روی سن باشه، بعد اون بیرون بود، بعد همایش درباره زنان بود، بعد بقیه رو سن بودن. خیلی جا آخه میدونی، بعد اینا همش منتهی میشه به اون فقره دیگه. یعنی ماها نه گوشمون عادت میکنه نه چشمون عادت میکنه. ما الان این همه سبک توی ایران وجود داره، جاز هنوز توی ایران هیچ جایی نداره. بله. راک هنوز هیچ جایگاهی. من نمیخوام الان یه اسم یادم اومد، اصلا کاری با ایشون ندارم، آقای احتشامی از پیانو میزنن. بله. ایشون اومد تا تلویزیون فلان، اصلا پیانیست خوبی نیست. یه پیانیست معمولیه که خب بلده اون کار مثلا رندی که تو نوازندگی میتونی انجام بدی. ولی منظورم اینه که ببین چقدر جامعه همون فقیر از نظر شنوایی همون پیانوه، که یه آدمی که واقعا یه نوازنده معمولی پیانوه انقدر بولد میشه. بله. خب ببین، حالا خودتو توی حالا کاری که آهنگسازی کردی به عنوان آهنگساز پروژه بودی، همه مدلی تلفیق رو ما حالا توی کارات دیدیم، هم از موسیقی متن فیلم ها، حالا توی سمپل گرفتی چه ایرانی چه خارجی، هم یک جاهای ستار وارد موسیقی هایی که ساختی وارد کردی، هم یک جاهای اصلا یه خواستگاه دیگه، موسیقی EDM بوده، سایکودلیک بوده، ژانرهای دیگه رو وارد موسیقی که تولید میکنی کردی. حالا خودت ترجیحت اینه که اگر که یک پروژه‌ای رو بخوای داخلش تلفیق رو شریک بکنی، دوست داری از چه چیزی استفاده بکنی؟ خیلی سوال کلیه. فکر میکنم در خور هر پروژه تغییر میکنه و خیلی در لحظه هنر شکل میگیره. یعنی اینجوری نیست که بگم من ایدئالم اینه که مثلا ستار استفاده کنم یا دف استفاده کنم. ولی به صورت عمومی احساس میکنم وقتی که از سازهای زنده استفاده میشه، یه روح متفاوتی در موسیقی به جریان میفته. حالا حتی اون ساز زنده میتونه، مثلا یه مثال بامزه میزنم، من یه کاری ساختم حالا هنوز پخش نشده ولی از بدنه سنتور استفاده کردم برای درامز. خب نمیگم کار شاقی کردم، خیلی مسخره، الان اینستاگرام تو با کنیم همه دارن این کارو میکنن. ولی منظورم اینه که کار ممکنه در خور این باشه که این تلفیقو فقط اونجا میطلبید که این کارو بکنی، خیلی فراخور پروژه ای که میخوای انجام بدی اونجوری، چون برام شکل نگرفته که وای چقدر موسیقی ایرانی خفنه یا وای چقدر من مثلا عرق خاصی دارم به موسیقی کلاسیک یا هر چیز دیگه. حالا ژانری که خودت میپسندی چیه؟ چی کار وقتی دارم میکنم؟ نه ولی اونم باز آره واقعا فرق میکنه. من خیلی خیلی زیاد کلاسیک گوش میدم چون باعث میشه فکر نکنم، پیچیدگی ریاضی جالبی داره. ولی موسیقی مدرن مورد علاقه هم تریپ هاپه. و تو کارهایی هم که میسازی میشه اسم تریپ هاپ هم روش گذاشت بعضن؟ کارهایی که تو ژانر، یعنی تو میشه گفت با پلاک پخش شده نه، ولی کارهایی که غیر از پلاک پخش شده اکثر کارام میشه گفت تریپ هاپ بوده. آره علاقه دارم به تریپ هاپ. خب ببین، حالا ما الان داشتیم درباره ساختار کلمه رپ فارسی حرف می‌زدیم. خودت به نظر کلمه رپ فارسی ترکیب درستیه؟ چرا که نه.
یادم نمیاد سروش هیچ کس اخ گفته که نگین به من سروش هیچ کس یا سروش یا هیچ کس آقای لشکری یه صحبتی که کرد، این یه اصطلاحی باب کرد رپ فارس. خب به نظرم اون یه شو میتونی ورداری و بگی رپ فارس که بگی خب این مال ما شد دیگه. ولی آره چرا که نه، درسته. یک دو اینکه نمیخوام بگم که کی اولین بار تو ایران بابش کرد، چون خیلی هزار نفر من گفتم من پدر رپ فارسی هم، من فلان کاری کردم. ولی آره درسته و من صحبتتون رو میشینم، کاملا کلمه درستی رو گفتین. گفتین که درخور، یعنی اصالتش خب مال ایران نبوده، اصلا مهم نیست مال کجا بوده، یه چیزی خلق شده مثلا یه ابزاره، ما دیدیم که این چقدر این ابزار حال میده به ما، بیا بکنیم مثلا یه چراغ دیگه، چراغ لامپی که تو استفاده می‌کنی دقیقاً مال ایران نیست و آوردیمش تو فرهنگ خودمون. و حالا کسایی که فکر می‌کردن میتونن یه حرفی داشته باشن برای گفتن توی اون کاتگوری هیپ هاپ یا رپ، مثلا گفتن خب حالا فارسی هم تنگش بچسبون، اسمش زیاد مهم نیست، رپ فارس رپ فارسی. ولی آره درسته، میشه گفت که از اولش اصلا با اون تلفیقه شروع شده. چون خب فرهنگی که ما داریم از خیلی سال پیش شعر جایگاه خاصی داشته تو فرهنگ ایران و خب هیپ هاپ هم همه میدونیم که کلام محوره، یعنی بله. بیشتر 90% اصلا کاره به خاطر شعرشه که میتونه بولد بشه و تاثیر بذاره. اصلا مشکلی هم که باش تو ایران به وجود اومد، اول گفتن این یک موسیقی کلام محور، موسیقی که کلام محور باشه یعنی که به نظر خیلی خنده داره. چون مثلا حتی ایشون یه شاعری هستن، آقای رضا براهنی شاعر، و اصلا ایشون به نظرم مبدع این قضیه بود که میتونی مثلا یه کلمه‌ای مثل مثلا دست پاچه تو اینو میتونی بشکنی بکنیش دست پا و بعد چه رو بیاریت خط پایین بنویسی و خب همون اونو ما الان داریم خیلی میخونه یه آدم یا آرتیستی میاد پشت میکروفون اونو میخونه و اشکالی نداره. خب این در مورد این صحبتی که کردی، من یه بار خیلی وقت پیش مصاحبه رضا پیشرو گوش می‌دادم و داشت در مورد اختلاف سلیقه خودش با هیچ کس صحبت می‌کرد و بحث به اینجا رسید که میگفتش که ببین ما یک برندی داریم مثلا به نام برند آدیداس، برند آدیداس همه جا آدیداسه و من ترجیح میدم اگه قراره تو ایران باشم همون برند آدیداس رو تبلیغ کنم تا اینکه بیام یک آدیداس ایرانی بسازم و این نسخه فیک آدیداس باشم. و توضیح میداد که میگفت من سر همین جمله با هیچکس تو چرا اختلاف شدم. آخه اصلا حالا من نظر شخصیمو میگم، امیدوارم نه اصلا مخاطبا ناراحت نشن یا خود ایشون ناراحت نشه، خیلی کار ایشون کپیه، یعنی خیلی عین امینمه، نمیگم بده یا خوبه ها، ولی داره این کارا رو میکنه. آره این نظر منه و به نظرم خیلی نمیتونیم اینجوری بگیم چون برند نیستش هیپ هاپ، یعنی یه ژانره. وقتی داریم یه ژانر حرف میزنیم ناخودآگاه، یعنی احتیاج داره به یه فرهنگی برای اجرا شدن، به مردمی احتیاج داره برای شنیدن و ارائه کردن هنر و خب اون مردمه همین، حتی همین مثال ایشون آدیداسه، آدیداسه میاد وقتی تو کشورهای عربی میخواد یه محصولی تولید کنه با اون محصولی که تو استرالیا میخواد تولید کنه دقیقاً فرق میکنه و وقف مجبور خودش رو بده برای اون آب و هوا، برای اون قطعاً. اتفاق آخه من چیزی که واقعاً احساس میکنم اینه که این روند ایرانیزو شدن رپ فارسی تو سال اخیر تو هم با من موافق باشی، یک سری جا واقعا به افراد کشیده شد، استفاده بیش از حدی که از ساز ایرانی شد، کلا شاید خیلی از اصول ابتدایی به صورت بیسیک زیر سوال. درسته، یا همون ابتداش مثلا تهم یا آهنگی داشت، یادم نمیاد کلیپ داشه اسم ترک یادم نمیاد، آره، و اون مثلا برشته بود یه شاهنامه رو خونده بود، بختیار زاده بود اون کارو و خب شعر شاهنامه بود، نمیگم خوبه یا بده، اون افراد بود باز به نظرم، چون مخاطب امروزی نمیتونه با اون کلام ارتباط برقرار کنه. خب ببین حالا درباره همین بحثی که شد، حالا برای تکمیلش بخوام حرف بزنم، ببین اون آدیداس هم بگذار. ببین حالا به نظرت این تلفیق ها و ترکیب ها مختص فقط به موسیقیه یا به نظرت ما حتی توی بحث فلو یا حالا رایم و حالا هر کدوم از چیزهایی که به کلام موسیقی رپ برمیگرده و مال آمریکایه اونا رو هم میشه ایرانی کرد؟ اگه کپی نباشه میشه، یعنی کپی یه جوره خب، ولی الهام گرفتن یه چیز دیگه است. مثلا من بیام ببینم همین حالا مثالی که زدیم، امینم داره یه رایم خاصی و با یه فلو خاصی پیاده میکنه، من اگه اونو بشنوم و از اون الهام بگیرم خیلی کار جالبی میتونم بکنم. ولی حالا راه دور نریم، بیایم دور برگردیم فرهنگ فارسی، ادبیات فارسی،
مثلا غزلیات شمس اصلا هیپ هاپه، بله. اصلا هیپ هاپه، 50 نوع فلو مختلف میتونی تو شعرش پیدا کنی که مولانا پیاده کرده. تکمیل کننده حرفت، محسن نامجو یه مصاحبه داشت چند وقت پیش درباره اشعار مولانا بود، میگفت مولانا یک درام ماشینه. دقیقاً درام ماشینه، من اینو نشنیدم ولی عالیه این مثال. میگفت مولانا یک درام ماشینه، یعنی پترن میخونی کاملا مشخصه که رو چه وزنی این شعر رو نوشته. خب ببین، حالا یه کمی از این بس فاصله بگیم دور برمیگردیم سمتش، خودت رو بیشتر آهنگساز میدونی یا رپر؟ بیشتر آهنگساز میدونم. علاقم به، یعنی چرا اینو گفتم، من 13-14 سالگی شروع کردم رپ نوشتن، اون موقع خودم رو رپرتر میدونستم، اون موقع اصلا زندگی خیابونی جدی تری داشتم و به نظرم لازمه اصلا کسی که وارد این قضیه بشه اینه که یه سری چیزا ببینه که تو کتابا نیست، تو فیلمام حتی نیست، و الان خودم بیشتر آهنگساز میبینم. اصلا خودم کلا رپر قوی نمیبینم، رپر متفاوتی میبینم. خب حالا میخوایم یکم داستان خاطر انگیزش کنیم، برگردیم عقب. چی شد اصلا وارد جریان شدی؟ اون جرقه ابتدایی که تو بودی، حالا یک نوجوان بودی و احساس کردی که خب منم میتونم وارد این قضیه شم، چی شد روز اول؟ ما این سوال از هر کی میپرسیم یه لفظ همین جوری شروع میشه، مکس میکنه، خاطرات رد میشه. دقیقاً، یهو خیلی رفتم. عید یه سالی بود، من فکر کنم سوم راهنمایی بود میرفتم، یعنی احتمالاً 83 یا 84 بود. عید اون سال بود و من به صورت اتفاقی با دو سه تا آرتیست آشنا شدم که هیپ هاپ کار میکردم. یکی هیچکس بود، صاعقه با اسم، حالا تو مهمونی خانوادگی؟ نه 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 اتفاقا یعنی یه طراح سایت میشناختم، پیش اون بودم و اون یهو به من گفت اینا رو میشناسی؟ مثلا میدونست من، خب من از 5-6 سالگی واقعا عاشق توپاک بودم چون برادر بزرگتر از خودم داشتم و اون مثلا اینا رو گوش میداد، بعد اون به من نمیداد، میگفت اینا بده، فوش داره، حرف بد داره، و من خیلی مثلا در و دیوار رو میکوبیدم به هم که من میخوام فلان. آره، و بعد مثلا با امینم آشنا شدم و آلبوم سال 98ش بود، مارشال مدرز، و خب خیلی علاقه من شده بودم کلا به جریان هیپ هاپ جهان. بعد ایرانی شدهش که دیدم چه باحاله، آرتیست هم اسم میبره، همون هیچکس بود و دیو یه ترک خونده بود اون موقع، حالا کاری نداری موضوع مزون اینا، ولی خب شنیدم خیلی برام باحال بود، بامزه بود. آره، و اتفاقی که افتاد یادمه تو همون بهار یه روز با برادرم رفتیم پایتخت، ماشتن پایتخت میرداماد، و من یه سی دی گرفتم آهنگسازی و نشستم تو خونه و یه بیت چرت و پرت ساختم و با یه میکروفون از میکروفون هدفون روش یه چیزی خوندم، بعد دیدم چه تالی میده. و اصلا سه ماه آخر سوم راهنمایی من یادم فقط داشتم شعر مینوشتم تو مدرسه، سر کلاس فقط داشتم شعر مینوشتم با چیزایی که خودت میساختی، با چیزایی که خودم میساختم. از اونا این کارا رو میکردم تا تابستون اون سال یه خورده برام جدی‌تر شد. یه مسابقه فریستایل بودش که بهرام توش اول شد، من دوم شدم و خیلی برام افتخارآمیز بود چون بهرام مثلا قبلش 4-5 ترک داده بود، من اصلا ترک نداشتم. و یه سایتی بود persianhiphop.com، یعنی اونجا کارای منو شنید، خوشش اومد، برام مجانی تبلیغ میذاشت رو سایتش و اینجوری بود که کلا به جریان وارد شدم. یعنی شروع پروسه آهنگسازی و رپ با هم، چون که مشکل داشتم بیت میخواستم نبود و بیتای، یعنی فهمیدم که خب میتونم دانلود کنم، ولی وقتی مثلا بود بیت لوداکریس میگرفتم، بعد فلو اون هی تو ذهنم بود، دلم نمیخواست اون کارو بکنم. یعنی نمیخواستی که شبیه به کسی باشه؟ دقیقاً. بعد اون موقع با یه لقب دیگه هم فعالیت کردی. آره، لقبم پیمان چت بود. یه توضیح راجعش بدم. این چته، اون چته نیست که دوستان سفر میکنه. چت حرف هشتم الفبای کلمی بود. هست، یعنی مثلا شکل شبیه شکل پی ریاضیه، یعنی دو تا پایه است و یه خطی اون وسط، به معنی پل رابطه دو تا جهانه. پل رابطه این دنیا اون دنیا، یا مرگ و زندگی، یا هرچی. برام خیلی مفهومش جالب بود. یک آلبوم هم با همون لقب پخش کردیم، بیشتر از یه آلبوم فکر کنم، یه آلبوم به اسم، آره یه آلبوم با دو سه تا سینگل ترک، یه آلبوم به اسم چای با طعم خدا که اتفاقا از همون الان بحثتون تلفیقه، الان خیلی یاد اون ترک افتادم. من دقیقاً رفتم چای با طعم خدا یه ترک داشت که با دف بود، یعنی به جای درام لاینش با دف اومدیم زدیم تو استودیو کرگدن.
هم تو استودیو کرگدن. یه بخشی از بخش زیادی از خاطرات رپ فارسی تو ساندکلاد و تلگرام و استودیو کرگدنه. فورشیر فورشیر هم دقیقا. ولی لینک های فورشیر از بین رفته خیلی. آره خیلی ناراحت کننده. یعنی حجم زیادی از مدیا فایرها هنوز هستن. ببین آره حجم زیادی از اون کلیپ هایی بود که قدیم با فرمت تیر جی پی دانلود میکردیم اجرای دوره هم اونا همشون رفته تو فورشیر و خیلی سخت. خیلی ناراحت کننده. خب در جریان آشناییتت با موسیقی رپ و اینکه چه جوری وارد شدی صحبت کردیم. خب تو به عنوان حالا به یه نحوی سومین عضو پلاک، یه نحوی چهارمین عضو پلاک به این گروه اضافه شدی. حالا نمیدونم چه جوری میشه سه تا یا چهار تا پنجمیش هم میتونی بگی، حتی پنجمی نفر هم میتونی. آره پنجمی منه. آره آشناییتت با پلاک و ورودت به این تشکل چه چی شد اصلا؟ چون یه توضیح بدم، تو وقتی وارد پلاک شدی، پلاک تا قبل از ورود تو فضاش خیلی چیز دیگه ای بود، اندرگراند بود دیگه. بعد تو که وارد شدی حالا با مجموعه ه، قبلش هم فکر کنم آهنگسازی دو تا ترک آهنگسازی کرده بودی برای بامداد. وقتی که مجموعه پخش شد، آره وقتی که مجموعه پخش شد کلن فضای پلاک یهو عوض شد و خیلی از مخاطبایی که مثلا پلاکو سالها با بیتای دانلودی و کیفیت میکس و مستره خیلی بد و میکس تیپای ولی خوب بود، کارا خفن بود، همشون هم نوستالژی شده الان. آره ولی خب یهو فضای اینجوری بود که یهو چرا این شکلی شد، یه تغییر بزرگی جوش چی شد وارد پلاک شد. من زندگیم خیلی تغییر کرد یه 24 سالگی فکر کنم، یه حدودا 90 روز تنها شمال ایران زندگی میکردم که برف سنگین اومد و اینا. توی اون تغییری که داشتم میکردم، یعنی در از پوست داشتم واقعا مینداختم، خیلی آهنگ ساختم. اینا آهنگا رو داشتم دور و دور هی برای دوستای خودم تو جریان هیپ هاپ میفرستادم نظر بگیرم و اینا. یکی از این دوستان نویده و برای نوید فرستاده بودم. حالا من برگشته بودم تهران، رفتم نوید رو ببینم و به صورت اتفاقی اونجا با بامداد داشتن شدم. یعنی هم دیگر دیدیم، حتی از قبل میشناختمش، یعنی کارش رو شنیده بودم، در دستشویی رو شنیده بودم، خیلی به نظرم باحال بود و واقعا پیشرو ماجرای خودش بود. دیدم و کامنت های خودم سریع بهش گفتم، گفتم تو خیلی باحالی و فلان. پیشرو یعنی دقیقا نه اون یکی، اون یکی تریپ ها که حالا خدا ما که مسئولیتی نیست، آره مسئولیتش با این آقاست نیستم. خب آره و همدیگر دیدیم و اونم شنید کارا رو و خیلی ارتباط گرفت با یه سریشون. اینجوری شد که با هم در ارتباط قرار گرفتیم دیگه. من یادم یه استودیو کار می‌کردم، سینگل ترک سوال بود. آره ولی برای اینکه شرایط رو توضیح بدم، اینجوری بود که مثلا بامداد حتی پول استودیو رو میداد، چون من اونجا کار میکردم، من کارمند یه استودیو بودم و اون برای ضبط میومد اونجا و مجبور بود پول بده. یعنی خیلی شرایطمون سخت بود اون اول و اینجوری کارا رو شکل دادیم و کار کردیم دیگه. بعد هر رو جمع کردیم و بعد بقیه کار. خب وقتی اسم پلاک میاد فکر کنم خودت موافق باشی، یکی از فعالیت بسیار موفق پلاک توی تایمی که تو هم توش بودی قطعا مجموعه خط سوم. بله در مورد خط سوم صحبت کنیم که اصلا چی شد ایده ایجاد مجموعه خط سوم به ذهنتون اومد، از اتفاقاتی که بعدش افتاد راضی بودید، از فیدبک هایی که گرفت؟ چون بامداد که ما حالا باش مصاحبه میکردم گفت یکی از لذت بخش ترین پروژه ها و چیزایی که زیادی که تو زندگی میاد گرفتم توی موسیقی رپ از خط سوم بود. فکر کنم برای تو هم خط سوم خیلی غیر منتظره شیر شد، تاب و شکرم بود. یعنی یک حالتی بود که من یادمه که اصلا سرچ گوگل همه جا، هر جایی شما میرفتی کاور مجموعه رو میدیدی و همه داشت در موردش صحبت میکردن، در حالی که شاید پیش زمینه سابق آرتیستی که توش بودن خوب بود ولی نه به این حجم از شهرت و معروفیت. چی شد خط سوم؟ ما برخوردمون به هم، یعنی من رو بامداد در از چون ارسلان خوب یز بود و سخت‌تر هم دیگر میتونستیم ببینیم، اسکایپ میکردیم و از جای دور در ارتباط بودیم، ولی برخوردمون به هم دیگه واقعا یه چیزی مثل بیگ بنگ شد، به این معنی که به شدت داشتیم کار میکردیم. یعنی مثل یه آدمی که مثلا مدیر عامل جنرال الکتریکه، از 6 صبح بیدار میشدیم مثلا تا دوباره 6 صبح بعدی بیدار بودیم و داشتیم کار میکردیم و من خیلی زیاد آهنگ میساختم میفرستادم، بچه‌هام روش مینوشتن و تقریبا 24 تا ترک داشتیم تو کمتر از دو ماه. تو کمتر از دو ماه به 23-24 تا ترک رسیدیم.
و موندیم حالا چیکارش کنیم این همه ترکو. و بعد رفتیم تو پست پروداکشنش، یعنی خب پروداکشن تموم شده بود، البته میکس و مستر هیچ کدوم نشده بود و گفتیم که خب اینو باید جمعش کنیم، سر تاشو بزنیم، یه کار تر بشه، یه سری کارا جابجا بشن که خیلی کار سختی هست کردن. بسیار همه رو دوست داری و نمیدونی چی کار کنی. و اتفاقی که افتاد این بود که من به خاطر دارم تیر ماه من متوجه شدم که بی آرتیست دیگه قراره یه آلبوم بده که آرتیست خب به نام بود و ما یهو تصمیم گرفتیم که آلبوم ما آلبوممون رو قبل از اون بدیم، یعنی دیدیم که خب اوکی بعد از اونم میتونه موفق بشه. اون موقع مثلا فروش و اینا هم که نبود بحثش، یعنی کاملا رایگان بود همه چی، البته هنوزم رایگانه همه چی و همین دیگه به صورت یه دفعه‌ای. راضی بودی از فیدبک هایی که باش به وجود اومد؟ درسته، راستش بخواین اصلا انتظارش رو نداشتیم که اینجوری فیدبک بگیره، به خاطر اینکه خیلی متفاوت بود همین تلفیقی که اصلا باشه. اون تایم انتشاری که داری میگی که همزمان نه اونش زیاد برام مهم نبود جدی. ما حالا پرستامون اینجوری بودیم که نمیدونم دنبال کلمه مناسب میگرم، چیز دیگه ای تو ذهنم نمیاد، میخوام فقط همینو بگم. ما یه حالت گنگستری تو ذهنمون هست، در نهایت برد و باخت زیاد مهم نیستش، مهم اینه که بازی کنیم. میگه خنکان قمار بازی که برد و باخت هرچه بوده. آره قضیه ما هم این بود که خیلی برامون اصلا فیدبک مهم نه. به نظرم کلا آرتیستیک اصلا آرتیستی چی، هر کسی که به فیدبک بخواد فکر کنه باخته. تو باید کارو بکنی برای دل خودت، برای اینکه اون هنره رو پیاده کنی، باید از کار خودت مطمئن باشی در نهایت. دقیقاً. ولی یه چیزی هم چون صحبت کردیم در مورد خطتون تو ذهنم اومد خارج از بحثمون، خودت بین مجموعه‌ای که تو تولیدشون نقش داشتی کدومو بیشتر دوست داشتی؟ میتونی انتخاب کنی، آهم بوده، خط سوم بوده، بی صورت بوده، نا بوده؟ من فکر میکنم خط سوم بر خودم همون پروسه جذاب تری رو داشته، بقیهشون کمتر. البته آهنم خیلی دوست دارم، یعنی خودم از نظر کیفیت بیتا و حتی کیفیت میکس و مسترینگ کارهایی که تو آهن داشتم رو بیشتر دوست دارم، ولی خط سوم برام جذاب تر. اون بار نوستالژیش دقیقا دارست. گاهی اوقات اصلا یهو میشینم از اول تا آخرش میشنوم، مثلا بعد از یک سال وقفه، و اصلا یهو میگم اینو کدوم دیوونه ای ساخته، یعنی چی. خب حالا تو با آرتیست های زیادی هم کار کردی، حالا فارغ از ژانر هیپ هاپ، هم پارسال هم یه مجموعه آهنگسازی که پارسال بود فکر میکنم توی با بود. چه اسمشون هم یادم رفت، خانومه اسمشون ساد، آره با ساد هم جانان بود فکر میکنم اسم مجموعه جان. آره جان. حالا یعنی میخوام بگم که با هنرمندهای زیادی کار کردی، حتی فکر میکنم یه سری پروژه منتشر نشده هم با هنرمندهایی که حالا یه ذره بالاتر یه ذره پایین‌ترن هم داشتی. با کی از همه کار کردن راحت تر بوده برات؟ میشه سخت‌تر رو اول بگم؟ سخت‌تر رو بگم. سخت‌ترینش برام دنگ شو بود. خب که مجازم هستم و فلان، که مشخصه چرا سخت بود. اصلا خیلی مشکلته. یعنی چی؟ یعنی تنفردن چیزی که تا میگم یه سر آدم یعنی چی؟ قشنگ ما هیچ ما نگاهه. خب دقیقا از ایران خارج شده. ولی سالتون چی گفتین؟ آسون ترینش؟ حالا سخت داریم به ترتیب بیا پایین. نه ولی بحث پروژه جانم اینجوری بود که خب شعرها مال من بود و من این شعرها رو می نوشتم رو موزیکایی که حالا عجیب غریب بودن و سادم یعنی سبا خیلی صدای خیلی خوبی داشت. بله. و با هم یه آشنایی قدیمی داشتیم، ایشون همسایه خونه روبروی ما بودن، ما جایی که بزرگ می‌شدیم من اینا رو خونه روبروی اون می‌دیدم، بعد نمی‌دونستم مثلا کیه چی کار است. تون استودیویی که کار می‌کردم سال 93 اینا دیدمش اتفاقی، بعد گفتم ای شما خونه‌تون اینجاست، بعد دیدم خوند و من همینجوری مات موندم، اگه میشه همچین صدایی اصلا. و بعد همینجوری دورا دور در ارتباط قرار گرفتیم و گفتم بهش که من اگه کار کنم دوست داری بخونی، اونم مشتاق بود و حالا کار کردیم دیگه. و آلبوم هم فقط تو آیتونز و اسپاتیفای و بله. سایت جهانی گذاشتیم. ولی می‌خواستی در مورد آسون ترین فرد صحبت کنی؟ آسون ترین همون سبا بود. یعنی از نظر فکری با هم نه اصلا فکری رو به کنار، ایشون خیلی حرفه‌ای بودن. یعنی اینجوری نبود که من زور بزنم، یا ضبط خیلی آسونی با هم داشتیم، شعر رو میدید درجات میخوند و ملودی در میورد، با هم کار میکردیم و خیلی کار ساده ای بود. یه روند ساده ای داشت با هم، روند ساده چون رفتار حرفه ای بود، یعنی رفتارمون کاملا حرفه ای بود. خب ببین حالا بعد از اینکه آهن پخش شد یک سری تفاصیل به وجود اومد که حالا با خود بامدادم اینو صحبت کردیم در رابطه با آهن. یک سری مقالاتی منتشر شد که حالا آهنگساز مجموعه رو دادم تا حالا این حرف رو شنید، یعنی ولی من و مهراد خیلی این حرف رو شنیدیم که آهنگسازان مجموعه رو متهم کردن به تولید دراگ صوتی.
یعنی چی؟ ما این بحث رو با امداد مطرح کردیم. یعنی منظورشون که سابلیمینال مثلا کاری فلان کردیم. ببخشید میخندم اول. برای ما هم خنده بود. آثار توش از طریق نمیدونم فازای موسیقی که داره به مخاطبش منتقل میکنه تاثیر منفی داره، سمپل گرفته از نمیدونم مثلا فلان قضیه است، ریورس تاثیرگذار این توشه، این بیسار. نه والا تا حالا بهش فکر کردی؟ نه اصلا نمیدونم چیه. نه کلا آگاه هستم. میل به خودکشی رو بالا میبره. چرا من خودم عاشق اینم که آدم میل به زندگی پیدا کنه. جدی میگم چرا واقعا عجیبی زنه. سکی دارم میگم سکی شده. اتفاقا کسی آهن خوب بشنوه به نظرم بیشتر زندگی میکنه. آهن اتفاقا خیلی موزیکاش، حالا من سمپلاشو میدونم، خیلی هاش از موسیقی کلاسیکه، یعنی از اول که شروع کنی 3 تا 4 تا پشت هم سمپلای کلاسیک موزیک. ببین من کلا خودم تو وقتی پروداکشن یه مجبور به اوت میگیرم، خصوصا اگه ژانر شیپ هاپ باشه، خیلی دوست دارم چند لایه باشه. بله. و یکی از اتفاقایی بود که ما دوست داشتیم که آقای مصدق صداشون باشه، صدای واقعی آقای مصدق باشه. دو اینکه اومدیم از یه سری موسیقی کلاسیک مثلا قطعه ایر باخ. بله. یا قطعه گرین اسلیوز مثلا استفاده کردیم. چرا حالا اصلا دلیل استفاده از گرین اسلیوز چیه؟ خب چون گرین اسلیوز یه موسیقیه که در ناحیه سلت، یعنی ایرلندیا، اسکاتلند، اون منطقه جهان، این موسیقی موسیقی بوده که بر یه موسیقی بوده که یه رهایی داشته، یه رستنی درش. آها. رستن درسته. آره یه رستنی درش بوده و خیلی آزادی رو داره تکرار میکنه با خودش. همین تنها دلیلش این بوده. این که میگی دراگ صوتی عجیبه، من آگاه هم به جریان های سابلیمینال که میشه انجام داد. یکی این که علاقه ندارم بهش، دو اینکه اصلا نمیدونم چه جوری. همین دقیقاً من سید از این اظهار نظر و تفسیر و مقالاتو میخوندم، خلاصش در میومد که بچه پلا ایلومیناتی وای خدای بزرگ و دارن تبلیغ مثلا مباحث ایلومیناتی میکنن با تفسیری که از تو کاوراتون در می اومد. جیزی شدین با تفسیری که از ریورس آثار در می اومد. تفسیری ببین کرد. مثلا میدونی چی کار میکردن؟ یه ریورس از یک دقیقه یه کاری رو ور میداشتن، اون یه دقیقه رو ریورس میکردن، بعد پیچ میدادن، بعد 3 ثانیهش رو ور میداشتن. میگفتم ببین مثلا داره فوش میده. مثلا یه کلمه عجیب غریب توش دارم میاد. ببین این مهندسی که میخواد خیلی سخت‌تر از کاری که ما میکنیم. یعنی من واقعا کسی که از نزدیک میشناسنم خیلی حوصله ندارم اینقدر جدی بگیرم یه جریانی رو. پس تو تمام این جریان‌ها رو قطعا همه خنده فکر کنم. خب ببین حالا از این بحث بگذاریم، بریم سراغ یک بحثی هست، بحث کیفیت آثاری که داره توی موسیقی رپ، توی موسیقی رپ در ایران منتشر میشه و برمیگرده به مهندسی صدا و میکس و مسترینگ، که من حالا این روزا میگم که همه مشکل دارن، یعنی هیچ کسی رو مستثنا از این قضیه نمیدونم. و آخرین مجموعه پلاک هم که منتشر شد خیلی ها نظر داشتن که آقا میکس و مسترینگ یه سری ترک ها چرا این شکلیه. خب یه سری توضیح بدم، من اینو کاملا قبول دارم، یه سری از اتفاق البته از قصده. خب چرا حالا از قصده؟ چون کسی که این مسئولیت رو به عهده گرفته شاید سلامت عقل نداره. نه شوخی کردم، ولی منظورم اینه که واقعا از قصده. یعنی من دوست دارم، من کیفیت موسیقی که دوست دارم، مثلا چم جف بک دوست دارم که موسیقیش خیلی بلند نیست، یا پینک فلوید دوست دارم موسیقیشون خیلی لاود نیستش، اینا حالا به کنار، یه سری مسائل وجود داره، خیلی حرفه‌ای نیست گفتنش، ولی چون حالا یه بار داریم مصاحبه می‌کنیم بزنین یه بار برای همیشه اینو من بگم. من تجهیزاتم یکی از اصلی ترین قسمت های استودیوم سرقت شد. خب و مجبور بودیم که بی صورت رو پخش کنیم و من نمیتونستم اون قطعه رو دوباره تامین کنم، برای همین با یک کارت صدایی که با کوالیتی پایین تر بود مجبور بودم کل مجموعه رو اکسپورت بگیرم. کارت صدات یعنی کارت صدای مینی که باش همه کار جدیمو قبل از این انجام داده بودم. آره دزدیده شد. اصلا مهم نیستش، اصلا موضوع مهمی نیست، ولی خیلی هم غیر حرفه‌ای گفتنش. ولی اینکه آره این اتفاق افتاده بود، یعنی بر خودم اصلا جدید بود اون کارت صدای، باز توجیه نمی‌کنه یه سری کلیاتو، یه سری ببخشید جزئیاتو، ولی کلیاتش رو من میپسندم، من اون موسیقی رو با همون کیفیت میپسندم. میتونست بهتر باشه بله، ولی الان من نمیتونستم بهتر از این میکس مستر. خب حالا و یه چیز دیگه هم بگم، آهنگسازا چون خیلی زیاد بودن، اینم برای من چالش برانگیزترین مجموعه بود. یعنی چند تا 7 تا آهنگساز بودن. بله. و خب قطعا اون کوالیتی میکس و مستری که باید برای کار آتور استفاده کنم با کاری که برای خودم استفاده کنم، کاری که برای مثلا رزم استفاده کنم فرق میکنه. چرا؟ چون پرسپکتیو اون آهنگساز متفاوته،
و خب خیلی کار من سخت بود. واقعا که سخت‌ترین کاش اینو میگفتم سخت‌ترین. نه ولی سخت‌ترین مجموعه واقعا به نظرم بی صورت بود. چون هم تعداد ترک‌ها زیاد بود، همین که من از آهنگ فضاهای مختلف مثلا نمیدونستم باید چیکار کنم گاهی اوقات میشستم میشستم گفتم آه وای این همه ترکو چجوری مثلا به چینم پشتم که خب ببین حالا تو خودت این حرف منو قبول داری که کیفیت کلا میکس مستر توی رپ فارسی میلنگه؟ خیلی بهتر از قبله، ولی آره قبول دارم. یعنی نسبت به چیزی که الان باید باشه من حس اون روند تکامل و رشدش در نسبت بقیه پارامترها یکم کنتره. آخه با چی داریم مقایسه میکنیم؟ با مثلا با موسیقی دیگه ای از ایران داریم مقایسه میکنیم؟ نه من با رپ جهان مقایسه کنیم قطعا همینطور. خیلی نمیخوام قور بزنم یا ایراد بنی اسرائیل بگم، میگن در اصل عروس بلد نیست برعکس میگه زمین کجه، اونو نمیخوام یعنی اینجوری به نظر برسه حرفم، ولی خب شما استدیو اینترسکوپ رو به من بده من برات ببین چیکار میکنم. خب ببین الان این سری مخاطبای مرمه هستن که شاید خودشون دست به پروسه میسون استرینگ داشته باشه، بخوای یه جمله بهشون بگی که به نظر خودت توی ذهن خودت خیلی تاثیر داشته و نگاه خودت به جریان تغییر داده چیه؟ هیچ وقت فکر نکنید که یاد گرفتی هر روز واقعا خیلی مهمه. خیلی مهمه اصلا این موضوع. حالا مثلا چه شاید یکی آدمی مثلا کد نویس باشه اونم همینو بفهم، ولی واقعا جریان میکس مستر موسیقی واقعا اصلا عجیبه. هر روز یه چیز جدید میتونی یاد بگیری. که من یه چیزی بگم، من 8 ماه پیش بود یه تکنیک یاد گرفتم از یوتیوب از یه پسر 8 ساله توی میکس مستر. آره؟ نه تو میکس مستر نه، مثلا استفاده از یه پلاگین خاص باش، مثلا می‌خواستی صدای مامزه درست کنه. خیلی مهم نبودا، ولی منظورم اینه که اون آدم 8 ساله استاد من شد واقعا برای چند سال. یه چیزی میدونست که من اصلا اینجوری موندم این چجوری داره این کارو می‌کنه. خب برگردیم سمت پلاک و در مورد پلاک صحبت کنیم. ببین حقیقتشو بخوای یک تایم خیلی زیادیه که مخاطب برنامه ما ازمون میخوان که توی برنامه‌مون باشی و مدام از اون میپرسن که یکی از بچه پلاک بیا به درمورد شرط پلاک صحبت کنه. چه اتفاقی تو پلاک افتاده در حال حاضر؟ چه اعضایی داره؟ چه کسایی هستن؟ چه کسایی رفتن بیرون؟ یه توضیح میتونی بدی در مورد داستان؟ آره پلاک خیلی وقت پیش تأسیس شده. سال 88. نه جدی، برای اینکه آدم حالا بدون جریان از چه قراره. اول پدرام آهنگساز و بامداد و ارسلان دیگر بسه صحبت از پدرام خبر داری؟ چون از من پرسیدم تر خبر ندارم، ولی یه پاس خیلی خنده‌دار گذاشته بود وقتی بامداد رفت رفتشی که قدرت آره. کدوم قدرت رو بیاد به من نشون بده، شما به من نشون بده. ولی آره نه از ایشون خبر ندارم و حالا کاری هم نداریم باشی. ولی آره اول این سه نفر بودن، بعد پدرام میره داریوش اضافه میشه، یعنی داریوش اضافه میشه بعد پدرام میره و بعد از اینکه اون آلبوم سرباز صفر میاد داریوش میره و خب قاعدتا همین میدونین که من اومدم سال 92 فکر کنم 3 یا 3 میشه 93 اومدم و 2 یا 3 آخرین عضوی که وارد شد شور بود که ایشون خیلی کوتاه اومدن و رفتن، اومدن اینجوری یه دست دادن و رفتن. آره و دو تا کار مهدی توی پلی یه دونه نه یه آلبوم جدا داشتش کوب با اونی که با ماهور و یه دونه است اگه شما یه دونه سینگله یه دونه خود سینگلش یه دونه سینگل بعد شورمونی که برای کودکان کار بود اونو من زدم، اونو با هم زدیم یه درس من چیز کردم با هم کار کردیم. و آره حالا اتفاقی که افتاد، یعنی قاعدتا سوال اینه که چی شده قضیه الان در حال حاضر، به خاطر اتفاقای بعد از بی صورت به این شکل بود که منم مثل یه آدم معمولی یهو دیدم که خب ارسلان اسم پروفایلش رو عوض کرده و چون قبلا با هم راجع بهش حرف زده بودیم یه بار دیگه این کار رو فکر نه حالا با هم تقریبا با هم عید امسال عید سال 98 بهار 98 ابتدای بهار 98 با هم راجع بهش حرف زده بودیم. خب الان پس میمونه علی و حوزش، یعنی الان در حال حاضر تو همین لحظه من فقط هستم عضو پلاک و خب این خیلی خنده داره برای یه گروه که یعنی الان پشتین تون به اول بار اعلام شد که ارسلان هم به احتمال از پلاک رفته، احتمال که شاید شد حالا دیگه اسمشون اسم پروفیلشون رو کردن. و اینکه چرا این جدایی اتفاق افتاد بهتره که از خود آرتیست ها پرسیده بشه، ولی من فقط به عنوان کسی که من به عنوان یه سوپروایزر یعنی مسئول فنی بودم توی قسمتی از پلاک میتونم بگم که خب دلیل حرفه‌ای نداشته، یعنی دلیل کاری نبوده یا دلیل عدم تناسب مثلا ایده ها یا عدمش یه سری مشکلات شخصی داشتن بچه ها که به این دلیل ترجیحشون این بود که خارج از پلاک کار کنه. بله همینطوره و قطعا سوال خیلی مهمتر این که پلاک قطعا سر جاش خواهد بود دیگه. بله
خب یعنی الان شما برنامه برای پلاک داری؟ بله. خب و بیشتر از این هم به شما ارتباط. خب البته نه اینم بگم شاید واقعا شرایط زندگی اینجوری شه که خب ببینیم که نه باید الان که اینجا نشستی من اگه خودم بذارم دیگه پلاک. آره من این اعتقاد دارم، ولی اگه خودم بذارم با عنوان یا مخاطب خیلی ناراحت میشم از اینکه بامداد پلاک دیگه بامداد پلاک نباشه و بامداد باشه یا دیگر مثلا جدا فرق. ببین حقیقت میدونی خیلی ناراحت پلاک یک عضو جدایی نا یک اسمی از جدایی ناپذیرهای هیپ هاپ ایرانه، مثل زدبازی که برای یک نسلی از جامعه ایران مثلا برای دهه 60 یک اسم خاطره انگیزه، برای دهه 70 برای ماهایی که خیلی شدیدن حالا پیگیر رپ بودیم پلاک واقعا یکی از اسم پلاک و آدم هایی که توی پلاک بودن یک چطوری بگم الهام بخش یک سری جاهای زندگی ما بوده. واقعا نظر لطفتونه. اینم باز بذاریم بگم که من اصلا خودم رو در مقامی نمیبینم که بگم مال منه یا صاحبشم. من الان موندم توی جایی که وارد شده بودم نه اصلا واقعا وارد شده بودم به عنوان یه عضو سوم. یعنی این برام همیشه خیلی باحال بود که مسئولیت منو می آورد پایین. همیشه دو تا مؤسس داشت که اون دو تا مؤسس بودن و من به اون عضو سوم بودم. حالا الان اون دو تا عضو نیستن و من مالی موندم. خودت هم یه ذره گیجی؟ آره واقعا یه خورده گیجم. نه به این معنی که ندونم میخوام چیکار کنم، گیجم به خاطر اینکه انسان موجود پیچیده ایه. آره. یعنی هر موقع فکر میکنی مگه میشه مثلا فلان، میبینی که میشه. آره میشه. گاهی اوقات واقعا میشه. خب درباره بی صورت صحبت کنی. حالیه. حالا ارسلان هم من یکی دو مرتبه خودم دعوتش کردم برای برنامه، نمیدونم چرا نیومد. به این نتیجه برسیم که حالا خودش هم کاش که اینجا بود و بیشتر درباره بی صورت صحبت میکردیم، ولی خب تو به عنوان یکی از فکر کنم یک بخش زیادی از این پروژه به گردن تو بود، هم به آهنگساز هم رپر بودی توی آلبوم، سه تا ترک بودی فکر کنم به عنوان رپر. حضور ذهن ندارم چند تا بودی. چند تا بودی، هم رپر بودی هم آهنگساز بودی و در نهایت داشتیم درباره میکس مسترینگ آلبوم هم صحبت میکردیم، فکر کنم تو همه بخشای مجموعه به هر شکل دخیل بودی، درسته؟ بله. درباره روند بی صورت صحبت بکنیم، بالاخره جز حدودا آخرین آلبوم خوباییه که منتشر شده. سخت داریم پروژه. آره واقعا پروژه سختی بود به خاطر اینکه بر خودم هم تازگی داشتم، چیز یاد میگرفتم. واقعا از همه آهنگسازاش کار یاد گرفتم، اینو صادقانه میگم، یعنی واقعا از همهشون جز چیز یاد گرفتم. ولی ایده مجموعه اصلا از کجا؟ ایده رو ارسلان داشت از یه سری میشه گفت از سال 95 انتهای 95 تقریبا خیلی راجبش حرف میزدیم. یه ایده دیگه ای بود در ابتدا، بعد به مرور تغییر شکل پیدا کرد و رسید به یه خیاطی که حالا داره این کار رو انجام میده و من خودم باعث افتخارم واقعا که با این آدم ها کار کردم. به عنوان کسی که مثلا در کنارشون بودم و از نظر محتوایی هم میتونم اینو بگم که با بقیه کاری که از پلاک پخش شده بود خیلی فرق میکنه. کلن کانسپتش فرق داشت، کانسپتش فرق میکنه. حتی مثلا تو کارهایی حالا شما صحبت قبلیتون داشتم میشیدم بشین راجع به ژانرهای رپ فارسی حرف میزدین، ژانر عاشقانه رو وارد کرده بودیم. ولی مثلا ما چون تو کار چاله سعی کرده بودیم که یه آهنگی باشه که اون حس رو تداعی کنه ولی اصلا چیز روی نباشه. یعنی تو بتونی گوش کنی و یه ایده‌ای بگیری از کل جریانی که داره اتفاق میفته ولی نتونی. اصلا کلا واقعا فکر میکنم این اتفاق با اکثر کارهای پلاک میفته که تو نتونی ژانر بدی بهش. آره. دقیقاً خیلی درسته. این خیلی چیز جالبیه درباره پلاک. حتی سعیم کردیم که دیگه دوباره باز میگردم به حرفاتون، گفتین که میگن فلان آهنگ زیادی فلسفیه، دیگه حتی اونقدر فلسفی نیستش که کسی بگه نه اینو نمیفهمم. خب موزیک خوب تو رپ فارسی چی گوش دادی اخیرا؟ خیلی وقت گوش ندادم. گوش بهرامو گوش دادم. چرا دروغ نگم؟ بذار توی چالش سخت بندازم. چطور بود گوش تو؟ پروداکشنش که عالی بود. مراقب باشا ما یه مقاله نوشتیم بیچارهمون کرد. نه حرف بدی نمیخوام بزنم. ما هم حرف بدی نمیزنم. من کلا ببینید یه چیزی میخوام بگم، ما جامعهمون به نظرم اصلا کاری به هیپ هاپ هم ندارم، جامعه آدمایی که ایرانی هستن و این فرهنگو دارن خیلی ایرادات داریم. از نظر ارتباط برقرار کردن اجتماعی، از نظر تصویری که از خودمون ارائه میدیم یا هر چی. بخاطر همین زیاد نمیخوام راجع به آرتیستش حرف بزنم، چون من خیلی نقد دارم به اینکه چرا انقدر دیر به دیر کار بکنی و فلان. حالا اصلا اینا رو میذاریم بکنم، ولی پروداکشن کار فوق العاده بود. یعنی بیتش اصلا عالی، آهنگسازی خیلی خوب بود، تنظیم خوب، بعد ایده‌ای که معلوم بود که بعداً به کار اضافه شده، یعنی
ایده که قطعا آهنگساز درش دخیل بوده، فوق العاده بود اون به نظر. از نظر محتوای کلی هم بهرام دیگه، نمیتونی بگی بده یا خوبه یا چیه، بهرامه. یعنی رو همه ماهایی که داریم الان حرف بزنیم تو هیپ هاپ فارس تاثیرشو گذاشته، با 24 ساعتش گذاشته، بله. با سوپاتش گذاشته، اصلا سوختشو داده تو این جریان، دقیقا سوختش هم داره. ما نمیتونیم بگیم آهنگساز کارم پیماندگارم واقعا جز آهنگسازای خفنی. خب اینو که علی گفتش من تعمیمش بدم به این بحث که اگه بخوای رپ کنه مورد علاقه تو بگی از چه اسمی بری؟ 5 تا اسم من بده. ایرانی؟ 5 تا ایرانی خوب داریم؟ نه سورنا خیلی خوبه به نظرم. آخه سوالتون عجیبه، مثلا سروش هیچ کس کیو بگم، میدونی مثلا قدیم خیلی باش حال میکردم ولی خیلی وقت ازش کاری نشینم که بگم عالیه فلان، ولی خب سورنا رو میگم، هیچ کس، بامداد، خیلی رپر خوبیه چون میدونه چی کار کنه پشت میکروفون. سخش سکوت نکنم به خاطر سکوتم بهرام رو بذاریم اینجا، ولی واقعا از مثلا تو 5-6 سال اخیر واقعا کمتر با بهرام ارتباط گرفتم، چون احساس می‌کنم داره بهرام اشتباه خوب منظورم تا بحث بهرام بعد از انتشار خط سوم و اشتباه خوب، یک سری شایعات هم مطرح شد که قرار بوده با بهرام کار کنی. قراری به اون صورت نبود ولی آره یه سری صحبت ها میکردیم، ولی خب من چون درگیر این ور خط سوم بودم، خیلی بی‌مسئولانه است که، یعنی غیر مسئولیت پذیرانه است این حرکت که من کار خودم رو ول کنم با گروه هم بعد بچسبم به آرتیست دیگه که باش با کار کنم چون بزرگتره مثلا فیلم به خودم هم این کار نکردم، ولی از من کار زیاد چنیده بود قطعا اون زمان مثلا دوروبر 10 تا 11 تا 20 چنیده بود، ولی خب میگم فکر میکنم نمیدونست میخواست چی کار کنه، هنوزم دوست دارم باش کار کنم اگه میشنوه اینو. یعنی کلا من آدمی هم که خیلی بازم از کاری، حتی یعنی هر آرتیست مثلا شما حمید صفت اصلا کیه، مسخره ترین آرتیستی که میتونید تو آرتیست چیه اصلا زشته دیگه، خب ولی اونم بیاد بهم بگه مثلا بیا کار کنیم، بهش میگم باشه بیا ببینیم مثلا چی کار میخوام بعد این حرفو. نه میدونی چی شد، من و مهراد هیچ وقت فکر نمی‌کردیم که برنامه‌مون خیلی شنونده داشته باشه بین آرتیستا، بین مخاطبا میدونیم یه جامعه آماریه بین 7-8000 تا شنونده هر قسمتمون میدونیم داره حداقل، ولی بعضی وقتا یه سری چیزا از آرتیستا میشنویم که میبینیم برنامه دست به دست میشه، آرتیست مثلا یارو کالیفرنیا نشسته برنامه رو گوش داده. نه برنامه تو خیلی خوبه، برای همین میگم که امکانش هست. خب حالا پلاک یکی از پیشگامان داستان فرهنگی فروش بود توی رپ فارسی، فکر میکنم از نا شروع شد. بله از تجربه فروش هم که همین تازگی رو داشتیم، مجموع آخرتون، مجموع آخر بیش بود بی صورت و یه دونه سینگل ترک هم زنده رو فروختیم، زنده یه کارم بعدش ارسلان فروختیم. بله بله. چطوری فروش؟ اصلا از شرط فروش الان راضی؟ فروش فروش بی صورت راضی کننده بود. آره نه نمیتخوام ناشکری نمیکنم، بله دم هر کسی که میخره گرم، دم مخاطب گرم، کلا از نظر مالی ناراضیم از شرایطی که هیپ هاپ فارسی داره، از فروش به نسبت خودش در اندازه‌ای که خودش داره کار میکنه هیپ هاپ فارسی نمیتونم بگم ناراضیم، ولی خیلی باید بهتر از این باشه. بعد بحثم اصلا اینه، میگم اگه قراره میگیم رپ فارسی فلان بیسار، یه دقیقه این فروش آلبومه رو ول کنیم، همه با هم یه کاری بکنن که بشه اجرا گذاشت. بله چون درآمد اصلی رو تو میتونی از اجرا داشته باشی، و چیزیه که این هنرمند نباید نگران نون شبش باشه، نگران غذایی توی یخچالش باشه، فقط باید فوکوس فکریش روی تولید محتوای باشه. مثلا واقعا کارگر هنری، کارگر کلمه است، کارگر نوته، و این ناراحت کننده است که ماها خیلی دغدغه داریم. میتونم بپرسم چند درصد مخاطبای پلاک به نظر تعامل داشتن توی خرید؟ ببین حدودی میگم، قطعیشو نمیدونم چون کلا زیاد تو حساب کتابات خودمو دخیل نمیکنم هیچ وقت و نکردم تا حالا، ولی حدودی یه چیزی هولوش مثلا 20% کسایی که میبینن، 15-20% مخاطبایی که ایمپرشن بهشون میرسه. مثلا اگه رپ فارسی یه رودخونه کمتر، خیلی حتی کمتر، یه رودخونه در نظر بگیریم یا آباری که کنارش، ولی آخه اینم هستم من از اونها ایراد نمیگیرم. نه میدونی چیه، مثلا بدیم. من کامنتی داشتم که چم مسیجی داشتم، یارو میگه من کارگر فلان رستورانم. بله خیلی خیلی دلم نمیخوام بگم که وای چرا نمیخرن، ولی بحث اینه که اگه من بتونم آلبومو بذارم تو شهر کتاب، قطعاً فروشم خیلی بیشتر خواهد بود. خیلی تفاوت داره اصلا، همه زمین تا آسمون. من همه حرفم همینه.
خب قبل از اینکه اون سوال آخری رو بپرسی، نه چند تا داشتم خود داری خب بپرس نه شما بپرس. من خواستم خیلی بگم که یادم رفت در مورد هنرمندای محبوب خارجی صحبت کنم. ایرانی ها رو گفتی محبوب خارجی. آره. خیلی هم محدود به کلمه رپ نیستیم. آره خیلیشون زنده نیستن. نه مثلا کرت کوبین یکی از آرتیست های مورد علاقه من گروه نیروانا، یا جیم موریسون دورز، گروه دورز که اینا همشون 27 سالگی مردن. ولی کمپین 20 سال دقیقاً تو پاک هم همینطور. از هیپ هاپ میام تو الان آمریکا خیلی فضای موسیقایی تایلر رو دوست دارم، اینکه پررو و ورکار دوست داره میکنه اونو دوست دارم واقعا. بقیه اصلا آن کندریک لامار خیلی دوست دارم، موزیکاشو واقعا دوست دارم، یعنی از نظر خیلی آدم پریه به نظرم، خیلی جهان رو میتونه متحول کنه. همینا بسنده کن. بازیگر خیلی بازیگر میتونه مثلا دنیل دی لوئیس بازیگر محبوبم. علاقه به فیلم خیلی دارم، خیلی دارم. توی کارهایی هم که تا حالا عکس‌سازی کردی از موسیقی متن، من افتخارم دارم که اولین کارهایی که اصلا انجام میدادم برای پول درآوردن عکس‌سازی فیلم بوده. برای تئاتر جن، برای تئاتر هم چند تا بیشتر از این بوده، ولی برای اونم کار کردم. آره اونم تجربه باحالی بود. چند تا تئاتر کار کردم ولی خب پارسال بیکار بودم از نظر تئاتری. ما بار اصلا در مورد این مسئله صحبت کردیم اگه اشتران کنم با امید صفیری رو. بله بس ارتباط شاخهای هنری با هم دیگه، ما میتونیم با هم دیگه ارتباط رو بگیریم. تو دوست داری ارتباط برقرار بشه؟ دوست دارم ولی مشکل دارم با ارتباطی که داره الان گرفته میشه. اسم نمیخوام، نه اسم میبرم، مثلا آقای پورازری کارگردان مطرح تئاتره، خب خیلی هم کارش باحاله و خوبه، بعد این میاد مثلا میخواد از هیپ هاپ استفاده کنه، رپ استفاده کنه، ولی جوری که داره استفاده میکنه درست نیست. اشتباه نمیگم من بلدم درست چیه ها، ولی درست یه چیزیه که تو به عنوان بیننده ببینی و بگی آخش به دلم نشست، خوب بود، تمیز بود. میدونید الان درست نیست اون اتفاقه، ولی خب خیلی جای اصلا خیلی جای بحث داره موضوع. مثلا چرا یاس نباید صداش، باید صدای یاس رو ورداری از رو سریال؟ بله نمیگم اون درسته، اون شکل درسته ارتباطه یا شکل درسته کار کردنه. حالا روی سری سی دی ها بود، روی سری سی دی ها نبود، یه سری شهرها مجاز بودن که صدای یاسو بشنون ته سری ها. احساس من مثلا یه دعوای خانوادگی گیر افتادیم. قشنگ همون داستان مخفی کردن سازه است که گفتیم یعنی چی. ولی چی خب ببین من ببینید چی حس میکنم، حس میکنم داستان شطرنجه، بی دلیل ممنوع بود و ممنوع شطرنج توی تایم ممنوع بود و بی دلیل ممنوعیم. نظری ندارم. آره واقعا بدلیل نمیدونم. یعنی هر کی میاد میگه خب قبلی که اینا رو ممنوع کرده بود ما هم باید بکنیم. ولی نه حرف دارم اتفاقا. چرا گفتم حرف ندارم؟ اعتقادم اینه اگه هنرمند اعتقاد داره که داره کار درستی میکنه، نباید بابت کارش اصلا این فرض رو بگیره که خب برم حالا اجازه بگیرم که اینو ارائه بدم. حالا هر کی مثلا سیروان خسروی باشه اصلا. اینکه تو میری یه جایی که اجازه بگیری بابت کاری که داری میکنی، بس اخلاقی نمیکنم. نمیگم مثلا تو چیز مستهجن تولید کنه آزادی که پخشش کنی، دارم اتفاقا میگم چیزی که تولید محتوای فاخر درسته، کار درستی داری میکنی، نباید اصلا خودتو در اون جایگاه ببینی که بری از یه کسی اجازه بگیری. اینم باز تکرار میکنم، آره همه جای دنیا تو بخوای فیلم برداری کنی تو شهر شاید باید بری مجوز بگیری از یه جایی، برای اینکه قاعدتا خب یک سری چیزا بدونن آدما. منظورم مثلا کلیتش نیست، ولی گیر دارم روی این قضیه. من میگم باید اسم میارم چه مثلا دیگرد باید بتونه اجرای لایف بذاره، اجرای زنده بذاره. الان خدا رو شکر تو پلاک هم نیست، نمیگن داره از هم گروهش فلان کنه. هر کی باید بتونه این کارو بکنه. چرا نتونه بکنه؟ مگه حرف بدی میزنه؟ مگه آقا اعتراض مگه سیاسی میکنه؟ اصلا چی داره میگه؟ مگه میدونی هیچ حرف بدی نیست، فقط ادبیات داره تولید میکنه و ادبیات نباید بریده شه. درست. و به نظر خودت حالا که الان پلاک به این نحو داره پیش میره، امکان همکاری مجدد خودت رو حالا با بامداد یا ارسلان میبینی؟ آره. یعنی برنامه‌اش اصلا خیلی وضعیت خیلی خنده‌داریه، ولی آره میبینم. آره چرکنه. خب برنامه آینده چیه؟ من دارم یه سری کارا میکنم با یه سری از آهنگسازا. ببین خیلی کم کاری. نه دیگه واقعا ما بی صورت داشتیم میساختیم 18 تا ترک. خب الان بی صورت تام شد. ولی نه آره اینم باز باید بگم، مثلا بی صورت که میاد 18 تا ترک، اینو بدون من یه آلبوم دارم آماده. بعد مشکلی که میخوره خاک میخوره کاره، بعد دیگه خودم به خودت آرتیست نمیخوام اینو. خودت هم خیلی وقت حالا آلبوم مجزا نداشتی. نه خودم دارم روی آلبوم کار میکنم مجزا. اول قرار بود ای پی باشه، شاید حالا نزدیک نفتن. نه اینطوری هم نیست، یه ذره باید ببینید حقیقت یک بخشی هست که ما چه کششی داریم و یک سمتی هست که سیاست های برنامه باید چی باشه. خب
یعنی فکر درست توضیح دادم دیگه، حالا سربسته بخوام اینجوری بگم، خیلی ها درخواستای آرتیستای خیلی عجیب غریب داشتن که خب اصلا چرا باید توی یک ساعت با زیر زمین باشن؟ مثلا من کامنت داشتم حامد فرد چرا باید توی یک ساعت با زیر زمین باشه؟ خب حالا جدی حرفمو بزنم دیگه ها، موافقی؟ شما داری حرف بزنید، بنده میدون خالی کردم. نه، سراغ آرتیست یک ذره مینستریم تر هم میریم، چون ما همیشه سیاست هم اینه که هیچ آندرگراند و مینستریمی وجود نداره. همونطوری هم که حالا تو پیج خودم هم گفتم و قطعا خیلی ندیدن، اینجا هم میگم سعی کنیم نگاه هم رو یکم وسیع تر کنیم. رپ فارسی خانواده است که خیلی بزرگتر از این حرف و هست. حتی اگه بخوایم از رپ فارسی هم گسترده تر نگاه کنیم، ما داریم در مورد موسیقی صحبت میکنیم و درباره هنر صحبت میکنیم، گسترده تر به قول علی در مورد هنر صحبت میکنیم و قطعا خیلی از افراد هستند که شاید کانسپت ها و مفاهیم موسیقیشون به سلیقه من یا شما نخوره، ولی چیزهایی داشته باشن برای گفتن که به درد اون بخوره. خیلی از این مثالا داشتیم. آره؟ خیلی از مهمونایی داشتیم که وقتی اسم آرتیست رو میگفتیم 1000 تا 2000 تا، ولی وقتی میشه پشت تریبون حرفا رو میزد، خودمون واقعا لذت ما خودمون هم لذت میبردیم. این قسمت رو من خیلی دوست داشتم، توش حرفای خیلی خفنی زدیم. امیدوارم که هر جایی هستین خوش گذشته باشه بهتون تا اینجا، و اینکه خیلی چکریم، امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه، خیلی زود برمیگردیم، سایفرم که میاد حالا. خیلی چکریم، مرسی ازتون، لطف کردین، دعواتون گرم، ولی صحبتی داری، امیدواریم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه دیگه، فقط درخواست حالا